سلام به ولاگ روز تولد من خیلی خوش اومدید. خب من تصمیم گرفته بودم روز تولدم کار نکنم، یعنی هیچ تبلیغی توی اینستاگرام نذارم، قرار کاری با کسی نداشته باشم. بیدار شدم که یکم دیر بیدار شدم، اول رفتم باشگاه، بعد از اینکه ورزشم تموم شد ناهارمو از همون باشگاه خریدم چون نمیخواستم آشپزی کنم و رفتم سوار ماشین شدم و حرکت کردم به سمت خونه. سلام، من اومدم. اگه میبینید که یه مقدار لبو شدم، برای اینه که امروز اصلا نتونستم ورزش قدرتی انجام بدم. نمیتونستم و نه که نخوام، اومدم انجام بدم، دیدم اصلا انرژی ندارم دیگه. فقط توازی رفتم، 2 تا 20 دقیقه کاردیو رفتم. به نظرم از هیچی بهتره. ناهارم هم گرفتم، دارم میرم خونه. بچه من باشگاه که بودم گوشیم زنگ خورد، دوربین کج منم که وسواس دارم، بازم کجت نداره. من باشگاه بودم گوشیم زنگ خورد، گفت که از طرف چاپاره و من میدونستم که یه برند خیلی خوب که حالا توی پیجمم قبلا معرفیشون کردم برام هدیه تولد فرستاده از خوشمزه هاشون. حالا آنباکسش میکنم با هم میبینیم. قبلش احتمالا برم یه دوش بگیرم بعد بیام حالا ناهار بخورم و این آنباکس کنم. همراه من باشید ببینیم توش چیه. خب من از حموم اومدم، میخوام ناهارم رو بخورم، از باشگاه گرفتم دیگه، گفتم به حس روز تولد خیلی حس عجیبیه. نه گروه، خیلی حس عجیبیه، اصلا نمیدونی ناراحت هستی نیستی، دلت گرفته نه، انگار تو خلسه ای. به خصوص وقتی که سنت دیگه 30 رو رد میکنه، همش فکر میکنی که یاده اون تیکه از فیلم جویی افتادم که میگفت God why me why God why we had a deal let the others grow old not me. من ناهارم رو خوردم، یکم استراحت کردم و زنگ زدن گفتن که تکون میخوره، گفتن که کیک تولدم هم دارن برام میفرستن. البته کیک مثلا اونجوری نیستش، یه کیک کوچیکه که فقط میخواستم شامپود کنم دیگه. میدونین دیگه من رژیمم، اگه میخریدیم مثلا کیک بزرگ میخریدیم میموندش. حالا میخوام پیش شما اینو آنباکس کنم ببینیم چیه. اینو ببرم دورتر، رو میزم تکون میخوره. اول تشکر میکنم از نفیسه عزیزم که برام هدیه فرستادن. خب شاید راجع به کادوهای تولدم براتون سوال پیش بیاد. من کلن نمیدونم، مدلم اینجوریه که نزدیک تولدم که میشه، یعنی مخصوصا روز تولدم، خیلی تمایلی ندارم مثلا مهمونی بگیرم یا دوست ندارم که دورم شلوغ باشه. یعنی ترجیح میدم که روز تولدم تنها باشم. به خاطر همون هیچ وقت مراسمی هم حالا به اون صورت نداریم که بخوام توش کادو بگیرم، ولی با رامین ما توافق کردیم که فقط و فقط برای همدیگه کادو تولد بگیریم. یعنی روز زن و عیدی و نمیتونم ولنتاین و هیچ کدوم از اینا رو نمیگیریم، ولی کادو تولد حسابی میگیریم برای هم. که خب رامین برام گوشی گرفت،
کلیپتون باشه، ممنون، خوشحالم کلیپاتون که... باش وایرال بشه. مرسی، خوشحالم که نشراد رو انتخاب کرد. اینم الان هدیه دومه. کره بادوم زمینی پروتئینی که عشق منه. فکر میکنم اینا هات چاکلت پروتئینی هستن، حالا باید امتحان کنم. وای خدا، فکر کنم اینا نون رژیمی هستن. آها، اینم کوکی. ببین، یعنی من الان که میخواستم برم کافه احتمالا با خودم از اینا ببرم. معمولا همون کوکی که کنار قهوه میذارن و میخورم. اگه از اینجور چیزا داشتن خیلی خوب میشد. خب حالا که یکم اومد نشونتون میدم، من برم یکم به خودم برسم که دیگه به هر حال تولده، یه ریملی، خط چشمی، روژی چیزی بزنم، بعدشم برم بیرون، البته کیکو بگیرم، بعد برم بیرون و ادامه ماجرا. آقا خیلی باحاله، رسید، رفتم گرفتم، حالا الان نشونتون میدم. فکر میکنم که بعد تا شب صبر کنیم. سلام، من کارامو کردم، دارم میرم کافه، بعدش هم احتمالا برم یه سری چیز میز بگیرم برای شام، شاید هم نرم، نمیدونم، شاید شام بریم بیرون، شاید هم برم از تایپر از این گوشتای آماده واسه استیک بگیرم، نمیدونم، بستگی به تایم هم داره. اگه زیاد توی کافه بشینم دیگه خرید نمیرم، اگه کم بشینم که میرم، بستگی داره دیگه، اگه تو کافه اصلاً طرف میرم. واقعا دلم نیمد آسمون رو نگیرم، ولی اونجوری که هست نمیفته. چرا؟ توالت عادی خیلی جذاب تره. خریدم کردم، رامینم اومده خونه دیگه. تعریف این کیکو من از دوستم پوریا خیلی شنیده بودم و از اونجایی که رژیمم گفتم کوچولوترین سایز ممکنی که میشه درستش کرد و برام درست کنن. سیکرتی نیستش، آرزو میکنم که سالهای پیش رو رو خوشحال باشم، همین، و خوشحالی رو توی چیز خاصی نمیبینم. به نظر من خوشحالی توی گروی اتفاق خاصی نیستش که مثلا بگم من پول داشته باشم، فلان جا برم، همین دیگه. خودم در خودم یک دوست میگم.
انقدر تعریف کرده بود که واقعا براش ذوق دارم. یعنی اگه خوشمزه نباشه میخوره تو ذوق. اول که یه توت فرنگی بزنیم، کارامل و مادوم زمینی و اینا داره. خیلی خوبه. اول شام بخوریم یا اول کیک بخوریم یا فقط کیک بخوریم یا فقط شام بخوریم؟ اینم از بلاگ روز تولدم. یه روز خیلی معمولی بود به نظر خودم. شامم حال نداشتم استیک درست کنم، با اینکه آماده بود، فقط نمک فلفل و روغن باید میزدیم. رفت توی یخچال و غذای حاضری خوردیم. امیدوارم این بلاگ استارتی بشه که من دوباره براتون ویدیو بگیرم بذارم تو یوتیوب. خیلی ناراحتم که کم کار شدم، نمیرسم واقعا. لطفاً توی کامنت ها به هم بگین که دوست دارین چه سبک بلاگایی براتون بسازم. تا ویدیوهای بعدی، خدافظ.